درود مجدد خدمت عزیزان همراه. در خیابون فردوسی سنندج هستم، جایی که سنگ فرش شده، که به نظرم ایده خیلی خوبیه، برای اینکه دیگه ماشین اینجا نیست و آدما به همون سبک قدیم خودشون میان خرید میکنن، یعنی با پای پیاده، و دیگه اون ترافیک های عجیب غریب رو نمیبینیم. خیلی ایده خوبی بوده. حالا یه خیابون طولانی تقریبا، میخوام ببینم در دو طرفش چه چیزهایی هست، که البته راسته های بازار بهش منتهی میشه. در سمت چپ من هست راسته های بازار و این برم پاسار شهار دارم میبینیم. نوازنده‌های خیابونی که واقعا پنجه گرمی دارن، تمپو و ویالون ترکیبش با هم دیگه خیلی جذاب شده. به نظرم کار خیلی خوبیه، همه شهرها باید این کار بکنه. یه چیز جالب که دارم میبینم، کیوسکایی رو درست کردن که توی هر کدومش حالا یا خود ساز یا نمادی از یک ساز دیدیم، سازها رو به عنوان نماد فرهنگ و تمدن گذاشتن تو این باکس ها یا تو این کیوسکا، که به نظرم خیلی کار قشنگی کرده. خیلی خیلی خوبه، حس خوبی میده. این پیاده رویه خیلی خوبه، دیگه ماشین نیست، بوق نیست، ترافیک نیست. تقریبا همه چیز اینجا هست دیگه، چون بازار اصلی شهره و شما از خوراکی بگیرید تا بانک میتونید پیدا بکنید. تقریبا میشه گفت همه چیز دیدم، میوه، سبزیجات، خوراکی هایی که توی سوپرمارکت ها موجوده، عرضم به خدمتتون، پوشاک، لباس های مختلف، لباس زیر. Thank you.
یه هتل هم اینجا هست به نام هتل کاچ. البته هم زده کاچ هم فندق نفهمیدم. نوازنده جوان دیدم که داره هنگ درام میزنه. عالی بود. خواهش میکنم. مرسی عزیزم. نوازنده خیابونی بود، تنگ درام میزد و خیلی هم قشنگ میزد. یه سینما هم این برام هست که سینما بهمن سمت راستن.
خب رسیدم به میدون آزادی، یعنی اون وقت این خیابون فردوسیه در سنندج که یک سرش از میدون آزادی میخوره به اون میدونه که تو کنم میدون فردوسی بود. الان توی تصویر شاید مشخص نباشه چون شیب داره، ولی خب اون سمت خیابونه دقیقا نقطه روبروی من.